من تو ستاد مشترک همه رو جمع کردیم، عدد خیلی زیاد نبود البته، حالا یادم نیست چقدر بود، 30 نفر بودن، یکی دو نفر با روسری بودن، بقیه هم بی حجاب. من رفتم براشون صحبت کردم، گفتم که باید با روسری همه بیاد از فردا، این اینجا نظامیه، اینجا ارتش فلان، مقررات ویژه خودش داره، فرمانده وقتی چیزی میگه امام فرمانده شماست وقتی دستور داده میشه، به اضافه این که حالا یک سری آیات و روایات و آخرت و دنیا و به نفع شماست و سالم میکنه محیط رو و خلاصه تهش هم اولتیماتوم دادیم که از فردا هیچ که حق نداره بدون حجاب. خیلی اونجا شلوغ کردن، غر زدن، داد زدن، یکی گفت نمیشه میشه، خلاصه اونجا ما محکم گفتیم نمیشه از فردا با دمه باید گفتیم هم به دجوان و اینا هم گفتیم بیاده به راش نده بگه از فردا. از اونجا ما شروع کردیم اینا. بعدش آمدیم تو نیروها، من آمدم تو نیروی هوایی، به من گفتن برو برو نیروی هوایی و فرداش من رفتم نیروی هوایی. یه سالونی بود همه اینا رو جمع کردن رو تو همین دوشان تپه همه جمع شدن اونجا، اونجا هم زیاد بود عدد این زن ها، اونجا خیلی بود، اونجا صحبت کردیم، خیلی شلوغ کردن زن ها شلوغ، گفتیم ببینید این دستوره باید این کار بشه و به هر حال حالا هر نکته ای دارید مسئله نیست، منتها ما که نمیگیم چادر سر کنید فلان، بحث چادر نیست و بحث روسری است و چیزی نیست، را چقدر سختگیری میکنید یه چیزی نیست، سر کنید این برای آخرتتون دنیاتون. و اونجا هم تهش ما گفتیم که از فردا ما میگیم که کسی بی اجازه باشه راش ندن اینجا، نمیشه این مقررات اینا. و دریایی، من این سجا رو در تهران رفتم صحبت کردم براشون، برای زنا یه مقداری اول استدلال و این از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سلامت جامعه و مشکلاتی که درست میکنه و آیات و روایات و بعدم تهش هم دستور و فرمان و